سلام، به خانه ما خوش اومدین. تو قسمت قبل مهمونی خانواده بهرام نژاد رو دیدیم، پرخرج ترین خانواده این فصل از مسابقه. قدم اول پیدا کردن محل مناسب برای برگزاری مراسم بود، چون خونه شخصی میزبان فضای کافی برای پذیرایی از مهمونا رو نداشت. این مرحله انقدر وقت گرفت که خانومای بهرام نژاد بعد از تاریکی هوا رفتن واسه خرید و آماده سازی مقدمات ناهار فردا تازه از آخر شب شروع شد. دلمه و کتلتایی که پختشون تا دمدمای صبح طول کشید. همزمان مهمونا مشغول تهیه هدایای مناسبی برای میزبان بودن. کادوهایی با هنر دست و حداقل هزینه که یادگاریای آبرومند باشه. بین محمدی ها بابا مدیر پروژه شد و با لوازمی که اهل خونه جمع و جور کردن یه گلدون مصنوعی ساختن. رستمی ها با مهارت هایی که تو گذشته برای گذروندن زندگی کسب کرده بودن یه کوزه قشنگ تزئین کردن. مهمونی با حضور به موقع خانواده ها گرم و صمیمی آغاز شد. به خصوص به لطف حضور خاکی آقای محمدی همه خیلی زود با هم ندار شدن. برنامه شعبده بازی و بعدش هم جشن تولد برای آقای دکتر شگفتانه های میزبان تو این مراسم بود. هرچند سنگینی کارا و استرس مراسم بالاخره کار خودشو کرد و با افت فشار خانم بهرام نژاد پای اورژانس به مهمونی باز شد. البته خوشبختانه در نهایت همه چی به خیر گذشت و همگی با خاطره خوش از میزبانشون خداحافظی کردند. خانواده بهرام نژاد چالش سنگینی رو پشت سر گذاشتن و احتیاج دارن با غرق شدن در خلسه روحی یکم از این فضای پرتنش فاصله بگیرن. خب دکتر رو ببینم، دستم آسیب دیده. خانم چرا داری میخندی؟ دوست داشتی خدا اینجوری درستت کنه؟ خانم آقای دکتر رو میخوام ببینم. آقای دکتر اصلا وقت ندارن. ندارن؟ نه. خیلی خوب. سلام آقای دکتر. دکتر بهتر از همه ما میدونه چطور باید از پس منشی مطب بر اومد. آقای دکتر. آقای دکتر این چه وضعیتی بابته؟ ویزیتو ندی خوبم نمیشی دیگه. ماینم بکنی. نمیخوام ماینم کنی. نمیخوام. هیچشون رو ندادن آقای دکتر. آقای دکتر. آقای دکتر. خودتون رو کنترل کنیم. خودش دکتر میخواد بابا. من رفتم. خداحافظ. نمیخوام آقای دکتر. سلام. به نتایج چالش دوم خوش آمدید. بگی. مرسی. میخواید نتایج چالش دوم رو ببینیم؟ بله. خب ما بهتون نشون نمیدیم. چرا؟ من هرچی شما رو نگاه میکنم هیچ شوقی برای دیدن نتایج نداریم. آخه ما میدونیم که برنده خودمون هست. خب باشه میدونیم. حداقل شوقش رو نشون بدیم. بابا بگی. شوقش رو نشون بدیم. شوقش رو نشون بدیم. این شوقمون. بگو. بگو دیگه. خب به نظر شما کدوم خانواده کمتر خرج کردن؟ خانواده آقای محمدی؟ نه، خانواده آقای بهرام نژاد. اگر شما میخواهید دوره مدیریت را فرا بگیرید، خانم سروه حسنی میتونه این دوره رو انصافا خونه آقای محمدی گنجینه صداهای ماندگاره. خب آقای محمدی که فعلا توی هواخوری هست.
آقای بهرام نژاد شدن 224. ما هم 1.81 شدیم. فرماز 2 میلیون رد کردیم. چرا؟ مهمونی داریم بالاخره. مهمونی با هوا خود نمیشه پذیرایی کنیم. خانواده اول. بله. خانواده آقای رستمی. بله. هزینه‌شون شده 1,81,000 تومان. 1,81,000. آرزوی موفقیت داریم. خانواده دوم. بله. خانواده بهرام نژاد. بله. هزینه‌شون شده 2,124,000 تومان. آرزوی موفقیت داریم براشون. خانواده محمدی. اجازه بده یه لحظه بگو. هیچ خرجی نکردن. این اجرایی صحنه نشون میده استعداد بابا تو رادیو داره به هرز میره. ولی این آقای بهرام نژاد که طبیعیه، یه هول و هوش نزدیک 650 هزار تومان اضافه شده واسه مهمونیشون. خب یه چیز طبیعیه، کیک هم برای ما گرفتن، اونم اضافه شده. ولی خب آقای محمدی با اینکه چالش یه هفتهی 10 روزه رو دارن طی میکنن، ولی مبلغی اضافه نشده. یا ما خیلی ول خرجیم یا اینا خیلی کم خرج هستیم. داریم درست خرج میکنیم، ولی البته ما خریدمون معقولانه است. ولی 1,000 تومان هم توی یه هفته خرید نمیکنه. یه نونسه همون رقم قبلیه. همون رقم قبلیه. مثلا دختره که دانش آموزه، خب هیچی تو مدرسه نمیخوره، تغذیه نمیخواد. اگه راداش رقبا درخواست ویدیو چک هم واسه خانواده محمدی میدادن، همچین چیزی میشه؟ نمیدونم. آقای دکتر، اوضاع احوال چطوره؟ ما که طبق روتین داریم، طبق برنامه و استراتژیمون داریم پیش میریم. ما یه سری خریدایی رو کردیم که ماهیانه بوده، اضافه نمیشه. ولی یه سری مواد غذایی روزانه داشتیم، مثل تخم مرغ، شیر، نون، گوجه، خیار، اینا رو اضافه کردیم. خب تو این یه هفته این 300 خورده که اضافه شده مال این است. تو هفته های بعدی هم قطعا اینا اضافه میشه. نمیتونیم که هوا بخوریم. مهمونی پرخرجی داشتینا. پرخرجی هم بود و نبود، ولی تا اونجایی که بتونستم تخفیف گرفتم و مهمونی قشنگی، سفره پربرکتی و با رضایت مهمونا. من این برام مهمه. خانم رستمی، به نظرتون تا اینجا خوب پیش اومدین؟ به قول امیر جان که گفتن بهینه داریم مصرف میکنیم، یه خورده با واقعیت جور در میاد، یه خورده نه، واقعا با واقعیت جور در میاد. چیزایی که لازم داریم و میخریم. مهاراجه عزیز، اگه از اول بودی شاید بیشتر میتونستی کمکشون کنی. الان یه کمی دیر نیومدی؟ نه هنوز امید هست. بگو مامان اشاره کرده. آه مادر. بله. به عنوان دستیار تردستی من میومد خیلی بهتر بود اون موقع. تو مقطع ثابت نگه داشتن مخارج تو چهارمین قسمت متوالی آقای محمدی رو از تنظیمات خارج کرده. این صدای یک پیغام ضبط شده است. مأموریت این قسمت شما راه اندازی یک کسب و کار خانگی است. کسب و کاری که همه ی اعضای خانواده باید در آن مشارکت داشته باشند. شما تا غروب آفتاب فردا فرصت دارید تا کسب و کار خود را به راه بیاندازید و برایش مشتری پیدا کنید. در پایان مأموریت سود حاصل از کسب و کارتان محاسبه و با دیگر شرکت کنندگان مقایسه خواهد شد. مأموریت جدیدمونم اومد. چیه؟ اگه شما یکم بری عقب‌تر. همینجوری بگو. نه همین بگو. بگو. باید یک کسب و کار راه بندازید. چیه؟ کسب و کار؟ آره. باید شغل ایجاد کنیم، درآمد کسب کرده، بعد از آخر حساب کرده. من 20 تا کسب و کار بلدم. چالش بعدیمونه دیگه. چالش کسب و کاره. نه اتفاقا هیچ کاری واسه ما سخت. آرامش آقای رستمی تو هر تنش و بحران پناهگاه امن خانواده است. گفت غروب آفتاب فردا از همین الان شروعه. یه مشورتی بکنیم. تو که تکلیفت روشنه، مارگیری می‌کنی؟ تو هم دستیارشی. ما چیکار کنیم؟ خب الان چیکار کنیم برای کسب و کار؟ نکنیم دیگه. نمیدونم. خب ببین. نه. باید یه فکری بکنیم که زیاد برامون هزینه برنداد. مانی جان، تو کسب و کارهایی که از اختش برمیایی و بگو. کسب و کار. کارواش میتونم برم. کارواش چیکار کنه؟ سرمو کوتاه کنم. مانی باید واسه زبون تیز و شیرینش پی شغل بگشت. فرق نمی کنه دیگه. ببین واسه میخوای بریم اونجا کار بکنیم. خب این کارواش. لازم زنگام. من کی زنگ میزنه؟ نویان. بیا نویان نباشه من زنگ زنم. نویان هم منتظر ابلاغ مأموریت ویژه خردسالانه. من که به واسطه اینکه شغلم آزاد نبوده تبحر و تخصصی ندارم تو این کار.
خودت چه بزنت میاد؟ معلوم آقای بهرام نجات همیشه در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیای خانواده بوده. هم یه کاری رو باید انجام بدیم، سرمایه کمی بخواد، خب سوددهیش هم بالا باشه. آقای محمدی به معنای واقعی کلمه زده به دل جلسه اتاق فکر. چیزی درست کنیم ببریم تو بازار مثلا بچرخونیم اینا، کسی طالب اون کار نباشه. تو میتونی تو کارواش کار بکنی، منم کارامو اینجا مینویسم، نگین جونم اینجا مینویسه. خب تو هم فکر کن بگو. کارگری ساختمون نمیشه. کارگری ساختمون آخه بیا من مینویسم برات، ولی نمیذارم بری. یه چیزی درست میکنم. خوراکی؟ آره. چه چیزی؟ همون کیکای خانگی که همیشه درست میکنم. خوشتون میاد، مهمون میاد، راضی هستن، یه همون ابتکار رو انجام میدم. یه مقدار مثلا با چطور بگم، با بزک مثلا روش تزییناتش منظورتون جذاب باشه. میگم شما الان دارین اینجوری میکنین، ولی اصلا به فکر اینی که کی ازمون بخره؟ بله من چیز دیگه من خودم به ذهنم نمیرسه. من چون میگم کارم آزاد نبوده، تخصصی ندارم، نمیدونم باز حقیقت غافلگیر شدم با این وضعیت. وسایل درست کنیم دقیقاً از همون گلایی که داشتید. اون گلایی که اون برای کار منه. خب بگو. من ایده ای دارم. عروسک درست کنیم. بابا آخه عروسک الان وسایلشو از کجا بگیریم ما؟ چرا ما نمک داریم؟ مال مدرسته؟ آره. مال مدرسه‌تونه؟ آره، اون موقعی واسه که درست کردیم برای کاردستی برای مدرسه. آره. یعنی از اونها هنوز مونده؟ آره. وسایلش مونده. فلافل درست کنیم ببریم ترمینال. یعنی میخوای غذای خونگی؟ آره. از غذای خونگی ترمینال اسمش چیه؟ تعمیرگاه ماشینا. تو شهرک صنعتی؟ شهرک صنعتی آره. آه راستی گفتین شهرک صنعتی. پسرامون کارگاه داره شهرک صنعتی. اینم تولیدیه قطعات خودرو، یه سری قطعات پلاستیکی. خب اگه میرو بخواد میتونم برم اونجا کار کنم. این کار فنی هم هست و حقوقش هم خوبه. خب فرضا تو کجا میخوای مار چیز کنه، مارگیری انجام بدی؟ الله نمیدهه. از هنگی بیا بیرون. من اگر برم توی تابعیت ایرانیم خب ببینم تدریس خصوصی میتونم شاگرد بگیرم یکی دو تایی. کسی میشناسی مثلا نیاز به تقویت داشته باشه؟ با این عشق و هنری که تو وجود فرزاده همه نیاز به تقویت دارن. یادته برای روز تولدت، یادته خالت سه تا عروسک خرسی قشنگ کوچولو برات آورد؟ رنگی بود؟ یادته؟ و... اونا رو میدی به من؟ نه. آره دیگه میذاریم کنار گله. اونه یادگاری هم نمیخوام. میخریم دوباره. نگاه کن. من پول میدم بعد این مسابقه، من پول میدم به خالت دوباره بره از همونا برات بگیره. آقا یک دونه دیگه روش. بابا سعی میکنه هر طوری هست پریاس و متوجه شرایط بحرانی خانواده بکنه. یعنی ارزش نداره من دوتا دیگه عروسک بگیرم. باشه. من میتونم از اون حرفم استفاده کنم، از اون تخصصم توی شیر و ماست و لبنیات. آره. ما میتونیم چیز درست بکنیم، این غذای خانگی مثلا میتونیم از این نون محلی ها درست بکنیم. به لطف سوابق کاری متنوع دکتر، پیشنهادهای کسب و کار این خونه از همه رنگه. مثلا بازاریابی کنیم بفروشیم. فرناز تو چی؟ همکاری با مامان دوباره؟ بازم. خب چه بهتر؟ باید بابا باید همکاری داشته. من آره بابا باید همکاری داشته. همکاری من فقط نظارت نگاه میکنم ببینم. نه دیگه باید درگیر باشه. بابا همزن دستش باشه. نه من فقط میستم ایراد میگیرم فقط. نه میخوری. آفرین بهترین کار. آقای بهرام نژاد اولین نفریه که تو این ماموریت پست خودش رو پیدا کرد. خب حالا ما میتونیم دو گروه بشیم. خب شما برید چیزایی که خودتون درست کردید و بفروشید، منو پریاس هم میده. خب بعد ببینیم هر کدوم سود بیشتری بود اون برنده است. ببین اینقدر با من کل انداز، هزار دفعه باختی. من باختم یا شما؟ ببین انگشت بذار روش. هزار دفعه باختی اینم میبازی. محمدی یا با ایجاد یه رقابت سالم تو خونه سعی در افزایش نرخ بهره‌وری خانوادگی داره. ما میبریم. نگین جان این کوزه ها هستن ما درست کردیم واسه خونه. آره اونم میشه. اینا میتونیم درست کنیم بفروشیم. خیلی خوبه. البته باید بازار فروش داشته باشه. میگردیم حالا نفروختم میتونیم بسات کنیم. اشکالی نداره. چند تا مغازه باید بفروشیم. مگه نه پولش رو دستمون زره باید از کارت خانه ما وسایلشو تهیه کنیم. نه میفروشیم بابا، چرا نتونیم بفروشیم؟ خوشگله اصلا میبرن رو دست، چرا نبرن؟ با
خانواده بهرام نژاد با برپایی مجلس سوگ و عزاداری پیشاپیش خودشون رو واسه شکست احتمالی در پایان این چالش آماده میکنن. خب حالا که تصمیما گرفته شده وقتشه که ببینیم خانواده ها توی این بازار چه میکنن. خدا کنه الان بهمون یکم ارزون بدن. آره. قیمتاش مناسب باشه. آره. اینم هست. که زیاد واسمون هزینه نشه. خدا بزرگه. خانواده محمدی که رو هنر دست سالهای دور بابا حساب کردن واسه تهیه گل و مواد تزئینی به بازار اومدن. مثلا ما چیز کنیم درست میکنیم. از اینا قیمت گل نمیگیری؟ آه سلام. خب چقدر خرج کردید؟ 50,000 تومان. البته اینقدر احتیاط تو سرمایه کسب و کار اشتباهه و واسه سود بالا باید دلو به دریا زد. از این ساعت ها میگرفتن فقط نگاه میکنم همه بستن. شاید یه مغازه داره باز باشه. آقا یه لحظه رنگ رخساره پدر رو ببین بعدن کارتو بکش. منو خواهر کوچیکم میخوام یه کسب و کار راه بندازیم. یه کسب و کار تقریبا کوچیک. دیگه فکر کنید بچه خودتونه، فقط دو نفره. سنمونم کم. خواهران محمدی تو اولین حضور اقتصادیشون خیلی زود قواعد چونه زنی رو یاد گرفتن. برخلاف پارمیس که پلیس کارت خانواده است، پریاس شده زنگ خطر. اینقدر اسمش صدا زدی خود قاطی کرد. خسته نباشی، وقتتون بخیر. آ کاغذ رنگی دارین شما؟ نه این گرونه. خسته نباشی. کاغذ رنگی داری؟ آ 15 میدی به ما بریم؟ ممنون. خوبی دخترم؟ آره. سلامتی؟ آقا شما خورده دارین؟ رو کارتتون یه کارت بکشه 10 تومن به ما بدین؟ شما هم ندارین؟ ببین یه دونه از این گل سرای قشنگ بگیر براش بیار بهش بدیم. روح لطیف و هنرمند پدر نمیذاره به اتفاقای دورو برش بی تفاوت باشه. او صورتی بالایی را بیا دخترم بریم دیگه بچه ها خیلی دیره. محمدی ها با یه خرید مفید و مختصر به خونه برمیگردن تا تولیدشون رو شروع کنن. قرار بود یه درس بخونی ولی این دو روزه رو گفتم استراحت بکنی، درس نخونی، بیای کمک من. مثل تراکتور ازم کار کشیدیم بابا. میری یه تجربه، یه تجدید خاطره است، یکم خوش میگذرونی دیگه. چطوره یه هفته رو پوش پزشکی تو بذاری؟ خب بری کارگری یکم خوش بگذرونی. من میگی خوش بگذرون. من کارگریم هم کردم، مشکلی هم با کارگری ندارم. مانی دو روز بر دست دکتر وایسه چیزایی یاد میگیره که از خواص کلروفیل و تقسیم سلولی بیشتر به دردش میخوره. سلام، وقت بخیر. کوزه سفالی میخواستم، داری؟ همین یه دونه است؟ پنجا؟ تخفیف نداره دیگه؟ اینا رو چند میخواییم بفروشیم؟ نمیدونم، فکر کنم بتونیم 150 با اون کاری که روش بکنیم بتونیم بفروشیم. یعنی با چقدر سود؟ دونه ای 100 تومن سود. حاجی جان سلام. حاجی شیر میخواستم یه 30 کیلو. برخلاف خانواده محمدی، رستمی ها سرمایه قابل توجهی وسط گذاشتن و واسه یه سود بزرگ دورخیز کردن. بریم سراغ جوشوندن شیر. اینجا آقایون هنوز تو فاز مطالعات توجیهی هن و خانوما واسه عملیات و اجرا وارد گود شدن. من 3 کیلو آرد کیک میخوام. 3 کیلو؟ کیلو چند بهمون میفروشی آخرش؟ حالا همون 22 تومن میتونم حساب کنم. 3 کیلو 22. چشم. شما بسته چنده؟ 10 تومن. میخواید اون به صرفه تره؟ 20 تومن برام زحمت بکشید. برای اشانتیون هم بهمون بدید. ایدانه. بیکینگ پودرم اون بسته میخواد یا فله؟ فله. 120 گرم شد. الان 20 گرمش هم موشه جیرم. نه این خوبه. دیگه قاشق هم نمیخواد تو لیوان به هم نزنه. بذار یک کیلوش کنم دیگه. یک کیلو زیاده. یه بار چک بچونه. دو بار. سه بار. هر بار باید. شوهر برنشش.
چون وجدانم عذاب میکنه. لابد یه چونه اساسی هم آخرش میخوایم بزنیم. بله. من دیگه روم نمیشه باش بخوریم. بچه کچه دیگه چی؟ همون 426 همون 400 حساب کنم. نه والا دیگه نه به خدا خیلی تخفیف دادم به تو خانم. آه نگاه کن تب کردم. دستش نه یخه فشارش رو باید پایی. همون 420 رو براتون میزنم. قابل نداره قابل نداره. سلام آقا خسته نباشی. مخداتو کلی چنده آقا؟ اگه امکان داره کمترم برام حساب چون آقا همکارتون خیلی برامون تخفیف داد. حالا شما هم تخفیف بدیم ممنون میشم. بهت نگاه آقای نخود فروش از عمق چونه مشتریش خبر میده. سلام بگن کوزه ما آورده سوال. این 6 تا کوزه اینم 30 کیلو شیر که بجوشونیم و بریم ماستش کنیم. چقدر شد هزینه هات؟ شیر شد 540. 540 خب در میاد نگران نباش. یعنی من فقط از این چالش فقط میترسم. کوزه هم شد دونه 50 تومن. 50؟ 300 تومن هم کوزه شد. شد 840 هزار تومن مصرفی مونه. ما باید یه مانی چی شد؟ مانی رو گذاشتم سر کار. آخ چقدر سنگینه. مانی رو گذاشتم سر کار گفتم تا 12 شبم ولش نکنن. خب شیره رو باید سری بجوشونیم. اینا رو بذار رو شعله یکم. یا اینجا خالی کن تو ظرف شو. نه 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 مشکلی پیش نمیاد. نریزر. نه. نگین جون اینو بیار به لبش. بیار لبش. آخه داره بیارش لبه نترس نترس. نریزه امیر. گفتم نریزه. یه چیزی بیاریم تمیز بکنیم. چیزی نیست. شاید 100 گرم هم نشه. دکتر میزان خسارت رو آنلاین حساب میکنه. بیا. خوش خدام برام تمیز کن. تمام شد. یه بار ریختیم دیگه بسته بار. الان سر خب اینا اون چاس پیچ توفان نم کن شما بچین هر تا هر جایی رسیدی شروع کن ادامه بده من کارم که تمام شد میام کمک. دکتر که مسئولیت تدارک و تأمین رو شخصاً به عهده گرفته بود با تحویل مواد اولیه پستو به همسرش واگذار میکنه. باشه کارت خانه ما نه. میگه کارت خانه ما رو نبر. هر چی میخوای با خودت ببر. ها کارت خانه ما رو با خودت نبر. کارونیه. من چون زودی هم بلد باشه. خداحافظ همگی. عوامل. خداحافظ. این واقعا میره دیگه. واقعا میرم. محمدی ها تو دو گروه والدین و اطفال رو در روی هم نشستن و منتظر سوت آغاز مسابقه تولیدن. اینجا بازار کریخونی حتی به زبون اشاره داغ داغه. از اون طرحهای دیگه از عروسکی که میخوایم درست کنیم با جوراب و دو تا سه تا به ما بدین که ما بزنیم کنار گلامو. نه مگه یه جفت جوراب به ما نمیدی شما؟ خب اون موقع باید پولش هم بدی. معلومه بچه ها سرشون خیلی زود تو حساب اومده. بابا ساکت و جدی با وسواس و دقت رو کارش تمرکز کرده و دیگه از شوخی‌های همیشه‌اش خبری نیست. ببین برو اون طرف بشین پیش اونا کمک کن. الان داری از این ور داری پالس میفرستی اون ور دیگه. آقای محمدی برعکس خودتون پارمیز خیلی اهل برنامه ریزی و حساب کتابه. برنامه ریزی برای چی؟ میریم تو دل کار دیگه ببینیم چه اتفاق. مطمئن با ضرر نمی کنم خیالت راحت. یعنی اینی که تو مغزم چیدم مطمئنم سود میکنه. آخه الانم با برنامه ریزی پارمیز ممکنه سود کنین. الان ببینیم کی سود میکنه. هندونه سود میکنه یا گل؟ هندونه.
مانی تازه داره کارآموزی میکنه. ببندش. اینا رو پاک کن. اینا خراب کردی. چی شد؟ ضایعات در اومد. این ضایعات دیگه، این مثلا لبه پرشه دیگه خرابه دیگه. اگه میخواین اخراجش کنید داییش هنوز نرفته ها. 10 دقیقه فرصت داره درستش کنه. این سومیش بود که ضایعاتی شد. یه کارگر ماهر ساعتی چند تا اینا میزنه؟ اینو بیشتر یه ساعت باید 150 تا بزنه. چند تا باید بزنی؟ من این یه ساعت و دیگه هر چقدر بیشتر بزنم پول بیشتری گیرم میاد. به نظر خودم شاید بشه 130 تا رو زد. حالا نمیدونم، شاید بیشتر شاید کمتر. جدن انگار مانی یه تکون اساسی به خودش داده. خیلی اهل درس و مشق نیست ولی تو چسبیدن به کار و صفر گرفتن مسئولیت دست کمی از دایی نداره. آره من فکر کردم 151 یکی زدیم که اشتباه کردم. 147. آقای برامجاد نمیه کمک کنه؟ آها پاک کردم طبق معمول. یکم مراقب باشین آماده داری میری بالا هزینه. مثل هر شوهر ایرانی آقای بهرام نژاد هم هشدارای لازم برای مراقبت و به همسرش که تمام کارا رو خودش کرده میده. از سبزی پاک کردن اومدیم به نخود پاک کردن. پیشرفت کردیم. میگم من بعد به جای سبزی پاک کردن نخود پاک کردن بهم بده. ساده تر و آسون تره. فعالیت برای خونه زندگی میکنه. حالا به من کمک میکنی؟ چه اشکالی داره؟ کارت که قبلا هم همین کارو ولی نکردم مگه قبلا. حالا کارت بیشتر شده. فعالیتت بیشتر شده. تو کردی به نخود پخته چی میگن؟ شورمزه. یا نوک کلیا و نوک کلیا. نوک پخته. ما مثلا برای اینکه بازار رو گرم کنیم وقتی میفروشیم میگیم نوک کلیا و کلیا و نوک بینو بینو پخون برو خوشمزه. به به نوک کلیا کلیا نوک به به نوک کلیا کلیا نوک به به نوک کلیا کلیا نوک به به. فارسیش چی میشه؟ نخود پخته پخته نخود به به نخود پخته پخته نخود به به نخود پخته نخود به به. پختن نخود که پروژه جانبیتون بود، واسه پروژه اصلیتون چیکار میخواییم بکنین؟ والا در حال مواد کیک رو میخوام آمادش کنم. یه کیک خوشمزه و شکیل و جالب درست کنم، وارد بازار کنم، ببینم کافی شاپ ها مشتری جذب میکنم به خودم که به دلشونه بفروشم بهشون. قبلا از تخصص خانم بهرام نژاد تو کیک پختن گفته بودیم ولی تا حالا فرصت نشده بود هنر دست و پنجش رو ببینیم. آفرین ببخشم من گن آفرین کشیرونه. هنوز که تنهایین آقای دکتر کجان؟ رفتم مطب، نمیشد که تو وقت داده بودم به تو روز کسب و کار رفتن مطب. دقیقا این چالشی که من خیلی استرس داشتم نسبت به چالش های دیگه. ایشالله که خیره. آقای دکتر فقط خرید کردن و بقیه کارا رو گذاشتن واسه شما و خودشون رفتن، درسته؟ از پسش برمیایم امید خدا. حالا برگرده میاد کمک. ولی خب ماستا رو من درست کردم دیگه. حالا هر کوزه رو چند میخواییم بفروشین؟ بین 150 کفش حد اکثرش هم که 200. ایشالله که 200 بره، خیلی خوب میشه. اینجوری سودمون از خانه ما میشیم دیگه. اینجوری که حساب کردیم نفر اولو میریم. واسه فروششون هم فکری کردین؟ یکی از ایدهامون اینه که تو فضای مجازی یا اگه نشود دیگه بساط بزنیم، مجبوریم. بکن یه بچه کوچیک رو سرگرم کنی و این همه کارم دستنها پیش ببری. خلاصه که دکتر خیلی باید قدر خانومش رو بدونه. اینم فکر کنم بستشه، تموم شد. این رو باید مایه بزنیم به دورش رو، مثلا یه پتوی ملافه چیزی بپیچیم که گرم باشه. همه کارا رو که خودتون یه تنه انجام دادین، واسه فردا فقط فروششون مونده. باید دوغش بکنه همسرم، دوغ و کرش میمونه برایشون.
یه اسمی هم واسه محصولاتتون بذارین. لبنیاتی نگین به اضافه البته درستش باید نگین منهای امیر باشه. منهای امیر. آخه نه تو خب دوغ و کرل. از برنامه‌تون عقب نیفتادین؟ نه عقب نمیافتیم. الان فروش مجبور نیستیم الان همه ی عروسک‌ها رو درست کنیم. الان فقط گل‌ها رو درست می‌کنیم، می‌بریم، می‌فروشیم. فردام عروسک‌ها رو آماده می‌کنیم و به امید خدا می‌فروشیم. دیگه چرا عقب می‌مونیم؟ عقب نمی‌مونیم. آخه ما کارمون درست می‌کنیم، عجله هم نداریم. دنیا که به آخر نرسیده. عجله کار بدیه. شیطونه. کار بدیه. تا الان کلا چطور بود آقای محمدی؟ خوب بود. قیچی چرا می‌بری؟ بود با بچه‌ها رفتیم بیرون. نه بر اونجا بابا خوب. نمی‌خواد. خودش قیچی. مهم‌تر از همه چی این بود که بچه‌ها خودشون رفتن خرید کردن، خودشون با فروشنده مستقیم برخورد داشتن، جنساشون و کالاهاشون رو خودشون انتخاب کردن، خودشون تخفیف گرفتن، خودشون فهمیدن اگه بخوان زیادتر بدن همینجوری مثلا پوله رو بدن براشون کمتر میمونه، میبازن. خب کلی هم که با ما انداخته بودن اینم بیشتر مجبورشون کرد. و این من دوست دارم بعدن بهشون میگم آقا زندگی هم همینجوریه دیگه. روز اول چالش داره تموم میشه و هنوز هیچ کس پولی در نیاورده. سلام آقا، خسته نباشید. برای عادی بودن واکنش مغازه‌دارا دوربین خانه ما نزدیک خانم بهرام نژاد نمیشه و یواشکی فیلم این صحبت‌ها رو می‌گیره. تیکه دو آمزات من. این کیک رو درست کردم، گفتم سفارش میخوای. من این کیک رو درست کردم، همکارتون سفارش خواسته. ممنون خدا. سفارشش میگیری؟ باشه، چشم. زحمت نخدا به کنار، انصافاً اینجا سفت و زد مأموریت رو دوش خانم خونه بوده. سفارش میدی که ما براتون درست کنیم. مشتریات غذا میکنم. باشه چش. خیلی ممنون، لطف کردی. حالا سینیو میدیم، تحویل بهمون میدی که ما ببریم. چش. چه خبر؟ چیکار کردین؟ فعالیت خودمون رو انجام دادیم. دو جا سفارش گرفتیم، بعد سینیا دستمونه، باید سینی پر از کیک رو آماده کنیم. بیام تحویل کافی شاپ رو بدیم. چند تا کافه رفتی؟ کلاً جمعاً فکر کنم 5 تا رو رفتیم، ولی بین اون 5 تا دو تاشو گرفته فعلا. بقیه چرا قبول نمی‌کردن؟ میگفتن بازارمون کساده و دیگه به خاطر فصلی که هستیم اونقدر سفارش نمیگیرن. با توجه به استقبال کم بازار به نظرتون انتخاب اشتباهی نکردین؟ تا الان نه. دیگه این میسازا بسته. چون با توجه به اون زمانی هم که داریم نمی‌رسیم واقعاً بیشتر از این. با کیک تستتون چه می‌کنین؟ خرابش نمی‌کنم، میذارم تو یخچال، تیکه های قشنگ میذارم، اضافهش میکنم به این سینیا. اسراف نمی‌کنم، من عادتم اسراف نمی‌کنم. هر لحظه بودن در کنار مادر واسه فرناز درس زندگیه. چه خبر؟ لا سلامتی دیگه. تموم اینایی هم که مونده رو میذاریم تو گونی، بسته‌بندی میکنیم و دیگه به مقصدش برسونیم. چقدر دیگه کار داری اینجا؟ تا کی میمونی؟ فعلا یه 2-3 ساعت دیگه میزنم، دوباره تولید میکنم، اضافه کاری دیگه زندگی خرج داری. 147 رو توی یه ساعت زنگ جواب بدم، مشکلی ندارم. الو مانی، سلام. خوبی؟ ممنون. میتونی؟ سلامت باشی. من سر کار. مانی جان برگرد. چرا؟ ممومش کن برگرد بیا اینجا. مانی کوزه ها مونده. نویان هم اینجا واقعا دست به هم نمیرسم، خیلی سخته با نویان. خب الان پای خودتون ضررش ها. تو که نمیتونی امشب اونجا بمونی کار کنی، شب کار که نیستم اونجا. خب باشه، یعنی من تا 10 یا 11 اینجا کار کنم اصلا بیام خونه شما؟ اصلا خودت، منی که هیچی، خودتون دلتون میاد بازم از من کار بکشین؟
آقا مگه من رباتم؟ تموم مجبوری. خیلی سنگ دل از این بعد. تموم مجبوریم تموم کنیم. خب باشه من این سری رو جمع بکنم میام. باشه باشه الان یه 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه اینجا کار مونده ببندم درو اینا رو بیام. چی شده؟ گرفتاری گیر کردیم. ما گفتیم از دست کار خونه دریم. هر دوتاش نصیبمون شد. هیچی دیگه اینو جمع کنم باید برگردم دیگه مجبورم. آقا آره جمع کنیم بریم دیگه دیر وقته خسته هم نباشیم. اینا خاموش بکنم. تمومه؟ بریم. بعد از تلاش‌های زیاد از کانال دوستا و همکارا فرزاد چند تایی شاگرد خصوصی گیر آورده. حالا همزمان با پایان کار مانی اون تازه داره میره تا کارشو شروع کنه. اولین تجربه معلمی در شهر. سلام. حال شما خوب هستید؟ اجازه هست؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. سلام. خوب هستید؟ مثل که برپاس. سر جا بشینید. حالتون چطوره بچه‌ها؟ بیان دور من یه نیم دایره بزن. دختر این بر، پسر این بر. آره. نه، نه اگه نیم دایره، الان شدیم دایره. بیا پشت، اینجا. کلاس فرزاد با آموزش ترسیم سطوح منحنی شروع میشه. یه نقطه؟ آها، آها. توی جمع و تفریق فرایندی یه مشکلی ندارید؟ جمع تفریق فرایندی آجینا. همه تون بلدید؟ بله بلدید. خب باشه، بعد کس میام سراغ جمع و تفریق فرایندی بهتون سوال میدم ببینم همه بلدین. اکثرتون تو مهران مشکل دارید. خب بچه ها همگی گوش کنید. 20 به اضافه 40. تا حالا تدریس خصوصی داشتی؟ نه متاسفم. دوست داشتم ولی موقعیتش پیش نیومده. پیشنهادم دادم ولی دیگه خودم اون موقع اول سالم بود. زیاد وارد نبودم برای مهارت تدریس قبول نکردم. فکر میکنی بعد از این جلسه هم کارتو ادامه بدی؟ بله. من نمیشتم. خیلی خوبه. هم یه روش کسب درآمدیه هم به مهارت و دانش خودم بیشتر اضافه میکنم. چه خبر مانی؟ حالا هیچی. یه فرصتی بود به نظر من. من گفتم هم بهشون، گفتم اینجا بمونم خیلی به نفعتونه. دیگه بالاخره میتونستم تو این قسمت یه خودی نشون بدم، یه کمک بزرگتری بهشون بکنم. خودشون نذاشتن. حالا من اگه میگفتم اصرار میکردم که میمونم و نمیام، اگرم چیزی میشد همه کاسه کوزه سر من خورد میشد. گفتم دیگه بریم حالا باشه برمیگردم تو خونه. ولی اینجا میتونستم خیلی بهتر کنم، اصلا به نفع خودشون بود. کار اینجا با خونه اصلا قابل مقایسه نیست، هم از نظر درآمدش هم از نظر کمکش. ولی الان که داشتم فکر میکردم و میومدم یه فکری به سرم زد. گفتم نرم خونه. تصمیم گرفتم اصلا نرم خونه. تصمیم گرفتم نرم خونه اصلا. یه رفیقی دارم کارواش داره. گفتم برم این یکی دو ساعت شانسم رو امتحان کنم دیگه، یه تیری بزنیم. مگه تا حالا تو کارواش کار کردی؟ حقیقتش نه. تا حالا کار کارواش نکردم. ولی میخوای هر تیری که داری بندازی. ولی فصلش هم اصلا فصل کار کارواش نیست، خیلی سرده. ولی دیگه آقا من تصمیمم رو گرفتم، اصلا نمیرم خونه. اصلا نمیرم خونه، ول کن بذار حرف بزنم، اشکال نداره. این بار هم اگه چیزی شد مثل همیشه این کاسه کوزه رو سر ما خورد میکنه. اصلا نمیرم خونه، الان زنگ میزنم ببینم اگه قبول کرد که میرم پیشش. میرم پیشش و همین الان اصلا زنگ میزنم. حالا معلوم نیست واقعا پول به دهن مانی مزه کرده یا حوصله یه کار تو خونه رو نداره. 70 80 90 دیگه صفر. دوباره مثل همون محور قبلی از نقطه صفر شروع میکنیم، میریم روی عدد اول. عدد اول هم چنده؟ 20. عدد اول 70. خب یه برگم بزرده. اکثرا میگین آسونه، وقتی انجامش میگین اشتباه میکنید. هیچ میدونی بعد از تموم شدن روز اول کسب و کار تنها کسی که تونست به پول برسه تو بودی؟ سوال چیه الان؟ خیلی حس خوبیه برای خانواده کسب درآمد. تا اینجای زندگی بیشتر درآمد برای خودم بوده، ولی امروز درآمدی که کسب میکنم قرار برای کل خانواده باشه.
احساس خوبی دارم. فکر می‌کنی فردا کاراتون چطور پیش بره؟ فردا از همه کار من از همهشون سخت‌تره. چون تا حالا با اون شکل ظاهر نیومد تو خیابون. حتی کسی هم ندیدم. قراره یه کار سخت داشته باشم فردا. ولی موفق میشیم. قرار بود کی بیاد؟ الان شبه، الان اصلا کسی میاد واسه ماشین شستن؟ دیگه ما شانس خودمون رو امتحان میکنیم. یه بچه پولداری یه چیزی بیاد یه نامی ازش بگیریم. خودتون که میدونیم دیگه کار واش تا حالا کار نکردم. مانی قدم اول رو با صداقت برمیداره. این لنسه. آه لنس. این فشارش خیلی بدیه. باید خیلی مواظب باشه. ماشین اومد خدا کنه بیاد، حالا شانسته. ماشین اومد اول درب ماشین رو باز میکنی، کفی های ماشین رو باز بیرون میاری، باید اول کفی ها رو بشونیم بعد خود ماشین. حالت گرفتن اینجوریه. ز صبحانه تا شام دانش به جوی. امروز شعار این پسر همین بوده. ماشین رو میشوری کامل. ظاهراً رام کردن لنس سرکش اصلا به اون راحتی ها که مانی فکر میکرد نیست. به نظر آزمون ورودی رو رد شد و باید کنکور مجدد بده. فشارش خیلی زیاده. همون اول گفتم تو واسه انعام اومدی، واسه کار نیومدی. مگه نگفتم اینو باید اینجوری بگیری؟ اوستای کارواش به یه نظر تا ته قصه مانی رو خوند. برو انشالله یه جای دیگه یه کار راحت‌تر پیدا می‌کنی. این کار به درد تو نمی‌خوره. ماشین هم که فکر نکنم دیگه نه بیاد. الان پس... ماشین نمیاد دیگه. آره پس من برم ماشین... دیگه حالا زنگ بزن ببینم چی میشه. باشه زنگ میزنم. آره دیگه زنگ پس... بزن. ولی رفتی یه جایی واسه کار بازی میشون خوشه. مانی تنها و خسته ولی با کولهباری از تجربه به سمت خونه برمیگرده. شاید اون چیزایی که امروز یاد گرفته بیشتر از درسایی که تو خونه دایی نخونده بعداً به کارش بیاد. ساعت چنده؟ یک شب. خسته مونده. آقای پدر رفتن خوابیدن، ما رو گذاشته با این عروسک‌ها. گلای خودشو درست کرد رفت خوابید. اولش یکم به ما انرژی داد، آفرین چه قشنگه، و خودش رفت خوابید. چقدر احتمال میدین شکست بخورید و نشه اینا رو بفروشین؟ انشالله که شکست نمیخوایم، چون واقعا خیلی بچه‌ها زحمت کشیدن. با یه امکانات خیلی کم ما اینا رو درست کردیم، یه هزینه کمی کردیم با اون هزینه خیلی کم، وسایلای خیلی محدود اینا رو درست کردم و ان شاءالله که موفق میشیم. حالا دیگه ببینیم بازار چه جوری میشه. میخوایم به مغازه‌دارا بفروشین یا به مردم؟ فرق نمی‌کنه دیگه، هم برای هر دو تا رو تلاش میکنیم. حالا دیگه ببین کدومش رو میبریم. هم برای مغازه‌دارا میبریم هم برای مردم. تلاشای همه سه گروه. حالا ما فقط خودمونه نمیگیم، تلاشامونو با هم دیگه ببینید، مقایسه کنید، خانواده ها رو مقایسه کنید، ما رو حتما ببینید. ما همیشه ما پیروز هستیم و همیشه پیروز میشیم و به کمک شما احتیاج داریم واسه پیروزیمون. امیدوارم که بهمون رای بدید. بابا خوابه ولیش کننده به اونم رای بدید. نه دیگه اون پای رکن اصلیه دیگه، اون کارهای خودش انجام کلن داد. کلن به خانواده محمدی رای بدین، نام کار باباه. کاری به خور و پفش نداشته باشین، شما رای خودتونو بدین. در غیاب بابا، مامان و دختر بازم هواشو دارن. از حق نگذریم در مقایسه با دکتر رستمی که ترتیب خریدارو داد و آقای بهرام نژاد که زحمت نخودا رو کشید، آقای محمدی فعالترین پدر این قسمت بود. روز اول ماموریت کسب و کار به این ترتیب تموم میشه و خانواده ها با کوه خستگی و نگرانی به خواب میرن. فردا روز سرنوشته.
شما درباره تلاش‌های امروز این سرقیب چی فکر میکنین؟ کدوم یکی تو مدیریت کسب و کارش موفق تر بوده و بهتر از پس عملیاتی کردن ایده هاش بر اومده؟ میتونید نظرتون برای انتخاب بهترین خانواده یا خانواده های این قسمت رو از طریق نرم افزار یا پیامک برنامه با ما در میون بذارید و تو نظرسنجی برنامه برای انتخاب موفق ترین خانواده شرکت کنین. سلام خانم مرسک، میخوای ما رو به خیر تو امید نیست، شر مرسان. تخفیفا رو آوردم پایین، اینو میبرم بالا. کار آره بابا. چرا آر نیست؟ من دیروزم گفتم مین از اینو یه آبی گرم نمیشه، یه 1000 تومانی هم در نمیاره. همه چی داریم، مدل هندی داریم، مدل ایرانی داریم. پویا جان شما برو. آقا کات کنید، من اینو لش بکنم، اینو بگیر.